خبر خوب برای دارندگان لونا، اعلام پرداخت غرامت توسط بنیاد لونا به دارندگان USD. مردی که به خانه بنیانگذار ترا حمله کرده بود، سرمایه گذار کریپتو بوده که 3 میلیارد از یک ارز دیجیتال را از دست داده است. سقوط لونا ممنوعیت فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها در چین را تایید می‌کند. دو عامل فروش آبشاری لونا. آیا لونا میتواند به 1 دلار برسد؟ با ما همراه باشید تا جدیدترین اخبار مربوط به لونا رو از دست ندید و یه دونه کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله کانال رو حتما فعال کنید تا هیچی از ویدیوهای ما رو به محض آپلود شدن از دست ندید. اعلام پرداخت غرامت توسط بنیاد لونا به دارندگان USD. بنیاد لونا یک سازمان غیرانتفاعی که به طور خاص برای حمایت از اکوسیستم ترا ایجاد شده است، جزئیات مربوط به سقوط اخیر پروژه را افشا کرده و دارندگان USD را از غرامت قریب الوقوع مطلع کرده است. همانطور که مشخص شد، اولین کسانی که در صف دریافت غرامت هستند، کوچکترین دارندگان کوین USD خواهند بود. طبق داده‌های ارائه شده، در حال حاضر ذخایر بنیاد لونا شامل موارد زیر است: 313 بیت کوین و بعضی از ارزهای دیجیتال دیگر. ارزش تخمینی تمام ذخایر بنیاد در حال حاضر حدود 82 میلیون دلار است. با مقایسه این اعداد با داده‌های هفته گذشته ارائه شده، میتوان تقریبا محاسبه کرد که ذخایر این بنیاد 97% کاهش یافته است. هیچ احساس دشواری برای ترا وجود ندارد. علی‌رغم تعدادی از برنامه‌های منتشر شده در طول هفته، اکوسیستم ترا بنیانگذار و مدیرعامل آن و به طور کلی دنیای رمزارزها احساسات متفاوتی درباره آینده پروژه دارند. اما سمت و سوی احساسات بیشتر منفی است. وضعیت فعلی همه را درگیر کرده است. همه از رئیس FTX گرفته تا خود ویتالیک جمع شدند تا درباره این موضوع بحث کنند. البته از یک طرف پوشش گسترده مشکل هشدار دادن به علاقمندان به رمزارزها در مورد خطراتی که ممکن است در انتظار شما باشد مهم است. از سوی دیگر پروژه اکنون تحت فشار بسیار زیادی است و به نفع آنهاست که اگر چاره مشخصی وجود ندارد، حداقل بدون از دست دادن چهره خوب خود از این وضعیت خارج شوند. مردی که به خانه بنیانگذار ترا حمله کرده بود، سرمایه گذار کریپتو بوده که 3 میلیارد از یک ارز دیجیتال را از دست داده است. به گزارش یک خبرگزاری، فردی که پیش از این متهم به ورود غیرقانونی به خانه یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل شرکت ترا شده بود، در حال حاضر تحت تعقیب پلیس قرار دارد. به اطلاعات ارائه شده توسط پلیس، مظنون وارد مجتمع آپارتمانی که خانواده و مدیرعامل شبکه ترا در آن مستقر بودند شد. متجاوز به دنبال مدیرعامل بود، اما فقط همسرش را پیدا کرد، کسی که بعداً با پلیس تماس گرفته است. پس از اینکه مجریان قانون او را پیدا و بازداشت کردند، این مرد به خبرنگاران گفت که از 2 تا 3 میلیارد یک ارز دیجیتال ضرر کرده است که معادل حداقل 2 میلیون دلار است. هدف اصلی او این بود که مدیرعامل را مجبور کند تا مسئولیت از بین رفتن کوین USD و پروژه پشت آن و مشکلاتی که در بازار ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است را به عهده بگیرد. مدیرعامل شرکت ترا و هم کوین او در مرکز رکود بازار ارزهای دیجیتال به دلیل جداسازی کوین USD از دلار آمریکا قرار دارند. ترا یک ارز متناسب با 1 دلار آمریکا است و به عنوان یک جایگزین رمزارزی پرکاربرد برای آن عمل می‌کند. معاملگران و سرمایه‌گذاران از کوین ها به عنوان پل بین دارایی‌های فیات و دیجیتال استفاده می‌کنند. کاهش ارزش USD عمدتاً به دلیل خروج گسترده نقدینگی از این کوین به دلیل افت سریع قیمت بیت کوین به زیر 35000 دلار بود. از زمانی که ترا به زیر 0.98 دلار سقوط کرد، سرمایه‌گذاران شروع به فروش دارایی USD خود کردند و فشار بیشتری را برای آن ایجاد کردند. بنیاد لونا فروش گسترده دارایی خود را برای دفاع از پای USD آغاز کرد، اما به دلیل سقوط بیت کوین که وثیقه اصلی پشت USD بود، این بنیاد نتوانست آن را نگه دارد و از افت بیشتر جلوگیری کند. سقوط لونا ممنوعیت فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها در چین را تایید می‌کند. نویسنده‌ای که برای نشریه دولتی چین می‌نویسد، استدلال کرده است که سقوط اخیر بلاکچین ترا و رمزارز آن، یعنی لونا، و قطع شدن ارتباط کوین USD تصمیم کشورش برای مسدود کردن یا ممنوع کردن فعالیت‌های مرتبط با رمزارزها را توجیه می‌کند. نویسنده لی همچنین ادعا کرد که اقدام قاطعانه و به موقع چین در مسدودسازی فعالیت‌های رمزارزی و گذاشتن قفل‌های حفاظتی روی کیف پول سرمایه‌گذاران کمک کرده است. همانطور که توسط بیت کوین گزارش شده است، مشکلات لونا توکن بومی بلاکچین ترا پس از آن شروع شد که پروژه دیگر شبکه کوین الگوریتمی پایدار USD پیوند خود را در برابر دلار آمریکا از دست داد. تلاش‌های اولیه برای نجات کوین باعث کاهش قیمت توکن بومی از 87 دلار به قیمت پایین‌تر از 0.3 تا 0.30 دلار شده است، در حالی که برخی از کارشناسان کریپتو در این مقاله اقدامات رهبر پروژه، یعنی مدیرعامل شبکه ترا، را مقصر سقوط توکن می‌دانند. به نظر می‌رسد نویسنده چینی سقوط توکن را عمدتاً به افزایش نرخ‌های بهره توسط فدرال ایالات متحده نسبت می‌دهد. نویسنده در توضیح اینکه چگونه افزایش نرخ باعث کاهش شدید توکن شد، نوشت
از ابتدای سال جاری فدرال چرخه افزایش نرخ بهره را آغاز کرده و نقدینگی جهانی کاهش یافته است. به خصوص در اوایل ماه می یعنی اواسط اردیبهشت فدرال نرخ‌های بهره را در یک زمان 50 واحد افزایش داد که تأثیر منفی بر سرمایه و اقتصاد بازار داشت و اولین بار بود که رمزارزها بیشترین بار را تحمل کردند. رمزارزها و قانون چین پس سقوط دو رمزارز بلاکچین اترا برخی از جامعه رمزارزها هنوز در تلاش هستند تا آنچه را که ممکن است باعث سقوط شده باشد کنار هم بگذارند. با این حال دیگران قبلا دو شرکت را متهم کردند که در پشت مشکلات لونا هستند. البته این ادعا توسط شرکت ها رد شده است. در همین حال نویسنده چینی در این مقاله ادعا می کند که دخالت غول های سرمایه گذاری در بازارهای کریپتو می تواند منجر به نوسانات شدید در ارزش پول شود و تعداد زیادی از فروش ها را به دنبال داشته باشد. ارز دیجیتال لونا با ارزش بازار حدود 1 میلیارد دلار در رتبه 211 بازار قرار داشته و سهم 900 درصدی از کل بازار را در اختیار دارد. هر واحد از لونا در این لحظه با قیمت 0.0019 دلار با احتساب نرخ تتر 3860 تومان نزدیک 1 تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن نزدیک 3 میلیارد دلار است. قیمت در 24 ساعت اخیر 21% کاهش یافته است. بالاترین قیمت لونا در تاریخ 16 فروردین 1401 معادل 119 دلار بوده که همینک 100% پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش لونا 6.5 تریلیون و تعداد کل واحدهای آن 7 تریلیون خواهد بود. در حال حاضر فعال‌ترین صرافی که در آن لونا معامله می‌شود صرافی بایننس با سهم 25% از حجم معاملات روزانه است. در حال حاضر تغییرات یک ساعته، یک روزه، 7 روزه، 14 روزه، 30 روزه و 60 روزه روند نزولی داشتند، ولی تغییرات 6 ماهه و 1 ساله و 2 ساله فقط روند صعودی داشتند. اما سوال اینجاست که آیا لونا میتواند دوباره بازار قیمتی 1 دلار یا حتی بالاتر از 1 دلار هم برگردد یا نه. همینطور که میدونید بازار ارزهای دیجیتال دوچار روندهای نزولی خیلی بدی شده که لونا هم ریزش 100% داشت و به همین خاطر بسیاری از افراد و هولدرها ضرر کردند در این میان، ولی افرادی بودند که فوری وارد شدند، یعنی در بازار قیمتی 0.4 تا 0 وارد شدند و در بازار قیمتی 0.3 تا 0 سود خیلی زیادی به دست آوردند. اما سوال اینجاست آیا لونا میتونه دوباره 0.3 بندازه یا نه. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که لونا نمیتونه به حالت قبلی برگردی یا حتی روش چشمگیری هم داشته باشه خیلی زیاد و انداختن 0.3 برای لونا خیلی کار بزرگی. لونا نمیتونه دیگه برگرده و همچنین احتمال 0 شدن لونا هم وجود داره. پس لطفاً مراقب بازار ارزهای دیجیتال باشید و مراقب لونا که اگر لونا میخواید سرمایه گذاری کنید حتی اندک بهش اختصاص بدید که دچار ضررهای زیادی نشید، چون نوسانات خیلی خیلی زیادی داره و به اون صرافی دقت کنید که میخواید لونا توی اون صرافی بخرید، چون بعضی صرافی‌ها هنگام فروش هستند. حتما مراقب این موضوع باشید. چنین مدیر عامل شبکه ترامپ چند پیشنهاد ارائه داده و به هولدرها هم گفته که دوباره این شبکه رو احیا کنه، اما هنوز برنامه‌ای ایجاد نشده که بتونن ایده ها و طرح‌ها رو اجرا کنن و هنوز هم هیچی معلوم نیست آیا لونا میتونه برگرده یا نه. اگر از این ویدیو خوشت اومد حتما کانال یوتیوب ارز دیجیتال رو حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله کانال رو حتما فعال کنید تا هیچی از ویدیوهای ما رو به محض آپلود شدن از دست ندید. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.